محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل، همراه ما شدن. آقای قائدی، آقای گروسی پیام خودش رو به تهران فرستاده به دولت جدید جمهوری اسلامی. فکر می‌کنین که چه پیامی مستتر هست در این نامه‌ای که آقای گروسی نوشته به آقای پزشکیان؟ درود به شما مخاطبین برنامه. خب ما باید به سر این اتفاقی که افتاده رو در نظر داشته باشیم. یک امیدهای جدیدی برای آقای گروسی و آژانس پیش اومده بعد از اینکه آقای پزشکیان به ریاست جمهوری رسید، با توجه به اینکه اون کارزار انتخاباتی که آقای پزشکیان درش بود قولهایی داد مبنی بر اینکه تحریم‌ها رو رفع کنه، با توجه به اینکه مرد شماره یک آقای پزشکیان آقای ظریف هستش که خب ایشون قبلا توافقات رو با غرب و آژانس انجام داده و این امید بنابراین در آقای گروسی وجود داره که یک فرصتی پیش آمده. یک فرصت دیگه هم هست، اون هم اینه که در آمریکا آقای بایدن هفته گذشته در روزهای گذشته اعلام کرد که در انتخابات پیش رو شرکت نخواهد کرد. معمولا رؤسای جمهور آمریکا در دور دوم ریاست جمهوریشون یا در زمانهایی که نیازمند به این نیستن که در انتخابات شرکت کنند، دست بازتری برای گرفتن تصمیمات بزرگتر در سیاست خارجی دارند. مثلا برجام هم در زمانی امضا شد که آقای اوباما در واقع دور دوم ریاست جمهوریش بود و دست بازتری برای گرفتن یک تصمیم شجاعانه در سیاست خارجی داشت. با توجه به این فرصت‌ها آقای گروسی من فکر می‌کنم که در نظر می‌گیره که احتمال این وجود داره بتونه توافقی انجام بده. ما در نظر داشته باشیم که در گذشته آقای گروسی در ماه اردیبهشت به ایران اومد، زمانی بود که امیر عبداللهیان و رئیسی در ایران بر سر کار بودند. بعد از اینکه آقای گروسی برگشت به سرعت مصاحبه انجام داد و خیلی ناامیدانه در مورد سفرش به ایران صحبت کرد. بعد از اون ما در ماه خرداد نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم، در سطح شورای حکام یک قطعنامه علیه ایران تصویب شد و ایران هم در پاسخ به اون قطعنامه 4 زنجیره جدید در واقع سانتریفیوژهای IR6 رو در فوردو نصب کرد. یعنی یک فضای بسیار منفی بود و الله به نظر من یه الان امیدهایی در آقای گروسی وجود داره. البته چالش‌های بزرگی هم وجود داره که حتما آقای گروسی نسبت به اونها کاملا مطلع هست. آیه قائدی، به برخی از شرایط اشاره کردین، ولی خب الان دوران مذاکره الان با گذشته فرق کرده، به ویژه اینکه خب انتخابات آمریکا رو هم پیش رو داریم. فکر می‌کنین که واقعا چه آینده‌ای میشه متصور شد برای روابط تهران و آژانس؟ خب اتفاقا من وقتی از چالش صحبت میکنم موضوع اصلی همین انتخابات آمریکاست. جمهوری اسلامی من بعید میدونم وارد هیچ توافق بزرگی بشه، با توجه به اینکه در ماه‌های آینده در آمریکا رئیس جمهور ممکنه که آقای ترامپ بر سر کار بیاد و هر توافقی که الان جمهوری اسلامی با بایدن انجام بده رو زیر پا بگذاره. مضاف بر اینکه یک موضوع مهم دیگه هم هست، برجام که کاملا از بین رفته، یعنی هیچ بازگشتی به برجام نیست. با در نظر داشتن اینکه جمهوری اسلامی الان بیش از چند 130-140 کیلو اورانیوم غنی شده بالای 60% داره، هرگز اینها رو نخواهد داد و تبدیل به اورانیوم 3% که بر اساس برجام محدود به این اورانیوم 3% میشد خواهد کرد. با توجه به این چالش ها من فکر میکنم که احتمال هر گونه مذاکره جدی یا توافق جدی در ماه‌های آینده منتفیه. در نظر داشته باشیم که بعد از چند ماه آرامشی که در عراق در واقع در پایگاه‌های آمریکایی بود، بعد از اون کشته شدن 3 سرباز آمریکایی، ما جدیداً ظرف 48 ساعت گذشته دوباره حمله به نیروهای آمریکایی در عین الاسد رو هم داشتیم. این به این مفهومه که این احتمال وجود داره در واقع در ماه‌های آینده پیش از انتخابات سطح تنش‌های منطقه‌ای بین نیروهای حامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و نیروهای آمریکایی بالا بره و من فکر می‌کنم هر توافق جدی اگر باشه با رئیس جمهور بعدی آمریکا، حالا یا خانم کاملا هریس و یا آقای ترامپ خواهد بود. بنابراین در ماه‌های آینده من فکر نمی‌کنم که امیدهای آقای گروسی امیدهای خیلی واقع‌بینانه‌ای باشه. محمد قائدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.